مصدوم و حدود 40 تن داخل معدن محبوس شدند. به گفته مدیر کل جمعیت هلال احمر گلستان، با وجود انباشت گاز مونوکسید کربن و متان و احتمال انفجار مجدد، امدادگران با جدیت مشغول عملیات امداد هستند. با اضافه شدن دستگاه هوادهی پیشرفته و آواربرداری و حفر از جمعیت هلال احمر حدوداً 8 شکی ورود دربه کرده، بالگرد مستقره، به محض اینکه مجروحا در حقیقت اعزام میشن با بالگرد حمل میشن به مرکز درمانی.